مردم آتش در روز یکشنبه در حالی به پای صندوق‌های رأی می‌روند که پیروزی ائتلاف حاکم تقریبا قطعی به نظر می‌رسد. ائتلافی که متشکل از دو حزب سوسیال دموکرات و مردم است. این دو حزب از 6 سال قبل با تشکیل ائتلاف موسوم به ائتلاف بزرگ بر اتریش حکومت کردند. البته همگام با دیگر کشورهای اروپایی راستگراهای افراطی در اتریش هم با اقبال مردمی مواجه شدند و انتظار می‌رود که رقیبی جدی برای دو حزب عمده این کشور باشند. انتظار می‌رود که حزب آزادی که با شعارهای ضد مهاجران وارد عرصه انتخابات شده حدود 20% آرا را به خود اختصاص دهد. فرانکش دروناخ بازرگان ثروتمند اتریشی کانادایی که با شعارهای ضد اروپایی در انتخابات شرکت کرده البته برخلاف راستگراها ضد مهاجران نیست. رهبر حزب مردم دومین حزب بزرگ اتریش که در دولت کنونی معاون صدر اعظم است احتمالاً بار دیگر باید به قرار گرفتن در مقام دوم قناعت کند. برنر فایمن 53 ساله رهبر سوسیال دموکرات های اتریش ریاست دولت ائتلافی کنونی را به عهده دارد و توانست میزان بیکاری را در کوران بحران جهانی اقتصاد پایین نگه دارد. بر اساس نظرسنجی ها این احتمال مطرح شده است که احزاب حاکم به حزب سومی برای تشکیل دولت ائتلافی نیاز پیدا کنند. سبزها به دلیل همسویی با ائتلاف حاکم در حمایت از همراهی با اتحادیه اروپا می توانند به عنوان حزب سوم در دولت حضور داشته باشند.